نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 27 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با توقیعات منسوب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند: مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی کتابی به نام کلمات الامام المهدی نوشتند که در آنجا به صورت مکرر توقیعات و احادیث دیگری را از حضرت حجت نقل کردند. معظم الله در رابطه با معیار اعتبار توقیعات فرمودند: معیار اعتبار توقیعات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف همانند اعتبار احادیث دیگر بر اساس راویان آنهاست. به عنوان مثال توقیع را که شیخ مفید نقل می کند و غیر از او سند دیگری وجود ندارد، بدون شک اعتبار آن همان نقل شیخ مفید است، چرا که شیخ مفید در آن حد جلیل القدر است که احتمال دروغ در نقل او وجود ندارد و شکی در صحت سخنان او نیست و چنانچه احتمال خطا داده شود اصل در عدم خطا است. ایشان در ادامه فرمودند: مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی قسم اعظم توقیعات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را جمع آوری نمودند که با مراجعه به کتاب کلمت الامام المهدی میتوان به تعداد توقیعهای حضرت دست یافت. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. مثل احادیث دیگه، هر کدام طریق معتبر داره یا معمول به اصحاب باشه میشه معتبر. هر کدام نه